سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به ماجرای شایعه طلاق بهاره رهنما از همسر دومش امیر خسرو عباسی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. بهار رهنما، بازیگر جنجالی چند سال اخیر سینمای ایران، با انتشار یک پست دوباره حسابی جنجالی شد. کم پیش اومده بعد از طلاق پرسر و صدای بهار رهنما از پیمان قاسمخانی و حواشی زندگیشون و بعد از اون ازدواج دوباره هر دو و ازدواج بهار رهنما با امیر خسرو عباسی حاشیه جدیدی ایجاد نشه. کافیه توی اینستاگرام بچرخیم و خبرهای جنجالی و حرفای عجیب بهار رهنما رو ببینیم. از ماجرای حرفاش در مورد لورها گرفته تا این آخری که در مورد بی دست و پا بودن حرف زده. بهار رهنما این روزها جنجالهای زیادی به پا کرده و با واکنشهای بسیاری از سوی هوادارانش روبرو شده. بهار رهنما که با امیر خسرو عباسی چندی پیش ازدواج کرده، اون هم جزء پرحاشیه‌ترین خبرهای زمان خودش بود. البته اونم بعد از اظهار نظرهای عجیبش در مورد انتخاب همسرش. حالا از همه اینها که بگذریم، چند وقتی بود که خبری داغ از بهار رهنما نقل محافل و فضای مجازی نبود، تا اینکه لایو اینستاگرامی از بهار رهنما منتشر شد که خیلی زود دست به دست شد، تا جایی که تمام خبرگزاری ها به اون واکنش نشون دادن. ماجرای فیلم بهار رهنما در ترکیه از روی عرشه یک کشتی تفریحی و اظهارات عجیبش درباره آسایش مالی و رفاه و بی دست و پا بودن این روزها خبرساز شده و باعث شد تا کاربران و برخی فعالان به اظهارات اون واکنش نشون بدن. اما همه چیز به اینجا ختم نشد و جاری سابق بهار رهنما که اون هم بعد از گذشت 2 سال از دیده نشدن در کنار همسرش مهراب قاسمخانی در یک برنامه به ماجرای طلاقش از همسرش و اتفاقاتی که توی زندگی مشترکش براش افتاده بود صحبت کرد و اون هم وارد حواشی جدیدی شد. حواشی پیرامون این دو جاری سابق کم نبود تا اینکه بهار رهنما در لایو اینستاگرامش اون حرفا رو زد و حالا با انتقاد و واکنش تند شقایق دهخان روبرو شده. حالا جدا از اینکه خیلی از هنرمندان از اون انتقاد کردن، جاری سابقش یعنی شقایق دهخان هم پستی منتشر کرد و با زبون بی زبونی متن بلند بالایی رو برای خانم بازیگر نوشت. اما بعد از مدتی از لایو جنجالی بهار رهنما، ایشون در ویدیویی در مورد حرفاش و لایو اینستاگرامش و حواشی به وجود اومده واکنش نشون داد. بهار رهنما چند بیزینس رو مدیریت میکنه و روزانه تبلیغات بسیار زیادی رو منتشر میکنه و در مقابل مبلغ‌های هنگفتی هم دریافت میکنه. با توجه به این حجم از تبلیغ که از هر چیزی هم میگذره و از هیچ چیزی هم نمیگذره، تا الان باید ثروت زیادی رو جمع کرده باشه. تازه اگه دو برند آرایشی و رنگ موی همسرش رو هم در نظر نگیریم. خانم رهنما یه بار هم طلاق گرفته و به قول کاربران مهریش رو هم دریافت کرده. حالا اگه یه حساب سرانگشتی کنید، میبینید اون سرمایه زیادی داره و شاید بتوان اون رو از پولدارترین خانمهای بازیگر هم دونست که البته با اینستا بیشتر به اینجا رسیده. حالا باید دید در ادامه واکنش ها به این بازیگر پرحاشیه که گاهن ناخواسته با حرفاش و اظهار نظرهاش مورد قضاوت تند اهالی هنر و فضای مجازی قرار گرفته، بعد از این اتفاق مسیر زندگیش به چه سمتی حرکت میکنه. اما بهار رهنما با پست کردن عکس دخترش از دنیایی گفت که عشق رو نمیشناسن. همین موضوع سوژه پیج های اینستاگرامی شد تا خبر طلاق بهار رهنما رو منتشر کنن. اونها این پست بهار رهنما رو کنایه‌ای به امیر خسرو عباسی همسر دومش میدونستن و حسابی از اختلاف میان این دو نفر نوشتن. پیش از این نیز شایعاتی در مورد طلاق بهار رهنما پخش شده بود. تنها رفتن بهار رهنما در برنامه‌های هنری مثل اکران خصوصی فیلم‌ها جدایی اون از همسرش رو بر سر زبون‌ها انداخت. همین موضوع سوژه یه پیج هایی شد تا خبر طلاق بهار رهنما رو منتشر کنن. اونها این پست بهار رهنما رو که نایه‌ای به امیر خسرو عباسی همسر دومش دونستن. اما واکنشی از سوی این بازیگر نداشت. بهار رهنما با عکس مشترکی که با دخترش منتشر کرده بود نوشت: تو را در روزگاری دوست دارم که عشق را نمی شناسن.
اما از خیلی وقت پیش، درست بعد از حواشی صحبت‌های بهار رهنما در ترکیه و واکنش نشون ندادن همسرش، هیچ عکس مشترکی از بهار رهنما و همسرش گرفته نشده و همچنین هیچ پست یا کامنتی از طرف این منتشر نشد که با این استوری جنجالی و طعن‌آمیز میشه فهمید که باز هم شکست عشقی دیگه ای رو تجربه میکنه، که البته ما نه این خبر رو تایید و نه این خبر رو تکذیب میکنیم. اما با توجه به شرایط موجود و البته تنها بودن خانم بهار رهنما در مجامع عمومی، میشه حد زد که این زوج در سکوت خبری از هم جدا شدن و یا اختلاف سختی در رابطه این زوج به وجود اومده که البته در آینده مشخص خواهد شد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.